برنامه یاد خدای بزرگ و درود مجدد خدمت همه محصلان عزیز و با امید سلامتی و تندرستی همیتان. از ششمین جلسه مضمون مبانی علم سیاست در خدمت شما قرار دارم و با امید اینکه جلسات قبلی تا اندازه توانسته باشد مثمر ثمر واقع شود و به سوالات شما دوستان که در مورد برخی مفاهیم اساسی بوده پاسخ گفته باشد و همچنان قابل یادآوری می باشد که در صورتی که کدام سوال و یا حتی پیشنهاد و یا انتقاد موجود باشد بنده در خدمت شما قرار دارم و می توانید از طریق اکانت هایتان در قسمت یا گزینه ای که وجود دارد به نام پرسش و پاسخ در آنجا مسائل مطرح سازید و یا اینکه مستقیم به از طریق تلگرام بنده در تماس شوید و پیام های خود بگذارید، انشاءالله که به گفتنی های شما و به سوالات شما پاسخ خواهم گفت. به ادامه یا از ادامه جلسه یا موضوعات مربوط به حق در خدمت شما قرار دارم و انشاءالله که در مورد مسائلی که مربوط به حق می شود در این جلسه بحث مفصل خواهم داشت و انشاءالله که مبحث حق بتوانیم تمام کنیم و وارد یکی از مفاهیم دیگر شویم. موضوع امروز در مورد حقوق شهروندان می باشد. این که من و یا شما به عنوان شهروند بالای دولت چه حق داریم و کدام حقوق دولت باید برای ما شما اعطا نماید یا برای تضمین آن حقوق تلاش نماید، در مورد این حقوق بحث مفصل می داشته باشه. اولین مسئله حقوق شهروندان است. همان قسمی که قبلا بنده یادآور شدم، شهروند افغانستان بالای دولت خود از کدام حقوق برخوردار می باشد و آن حقوق تا چه اندازه دارای ضمانت اجرای ملی و بین المللی می باشد و در این حال حقوقی که من و شما به عنوان شهروند بالای دولت داریم تا چه اندازه می تواند تحقق پیدا کند و اگر این حقوق تحقق پیدا ننمود ما شما چگونه برای تحقق این حقوق می توانیم که تلاش نماییم. این سوالاتی می باشد که انشاءالله در جلسه امروزی تلاش می شود تا اینکه به این سوالات پاسخ گفته شود. در قسمت حقوق شهروندان، همان قسمی که در اینجا مشاهده می کنید، اولین حق به نام حق و یا حقوق مدنی یاد می شود. من و شما به عنوان شهروند دارای حقوقی می باشیم که به نام حقوق مدنی یاد می شود. حالا این حقوق مدنی کدام هاست و به چند دسته تقسیم می شود یا مثال های حقوق مدنی کدام ها می باشند که در اینجا همان قسمی که شما مشاهده می کنید به این مسئله پرداخته شده است. حقوق مدنی همان قسمی که در اینجا ملاحظه می کنید به دسته های مختلف یا به انواع مختلف تقسیم شده است و یا در اینجا مثال های متعددی از حقوق مدنی شهروندان وجود دارد که در مورد هر کدام خلاصه صحبت می نمایم و اگر در مورد هر کدام اینها سوال موجود بود می توانید سوالات خود همان قسمی که قبلا یادآور شدم از طریق اکانت و یا شماره تلگرام بنده با من در میان بگذارید. اولین نوع حق که جزء حقوق مدنی تلقی می شود به نام حق زندگی یاد می شود. یعنی چی؟ یعنی این که من، شما و دیگر شهروندان حق داریم که زندگی کنیم، حق داریم که بالاخره در هر نقطه از این کشور که به نام خانه من و شما یاد می شود
زندگی نماییم. و وظیفه دولت این می باشد تا اینکه از زندگی من و شما دفاع نماید، تا اینکه از زندگی ما و شما یا از ما به عنوان شهروند حمایت نماید، تا اینکه ما و شما زندگی آرام و زندگی با آسایش داشته باشیم. این وظیفه دولت می باشد که باید برای تضمین این حق تلاش نماید. و من و شما در صورتی که این حق به خطر می افتد، وظیفه ما می باشد تا اینکه از این حق بالاخره برای احقاق این حق تلاش نماییم. پس بنابراین من به عنوان شهروند، شما به عنوان شهروند، یک آمریکایی به عنوان شهروند آمریکایی، یک ایرانی به عنوان شهروند ایرانی و یک پاکستانی به عنوان شهروند پاکستانی حق دارد که زندگی نماید و هیچ کس به شمول دولت نمیتواند زندگی شهروند به خطر بیندازد. حالا اگر دولت نتواند از حقوق مدنی یا از حق زندگی انسانها دفاع نماید یا شهروندان دفاع نماید، حالا شهروند بالاخره باید چی کند؟ در قسمت این پاسخ محققان به صورت کل پاسخشان تا اندازه شبیه هم می باشد. حالا تمامی تقریبا یا اکثریت قریب به همه محققان و اندیشمندان به این باور می باشند که اگر دولت نتوانست از زندگی شهروند خود دفاع نماید، از شهروند خود حمایت نماید، شهروند اگر به خطر می افتد، بالاخره دولت جلو آن خطر را بگیرد. اگر دولت شکست خورد و مغلوب شد در قسمت حمایت و حفاظت از زندگی شهروندان، تقریبا همه محققین به این باور می باشند که نابود آن دولت به مراتب از بود دولت بهتر می باشد. یعنی چی؟ یعنی این که حق زندگی جزء حقوق طبیعی مدنی شهروندان می باشد، حقی که همه شهروندان ذاتاً و طبیعتاً از آن باید برخوردار باشند. پس بنابراین این خط سرخ می باشد. اگر حیات شهروند به خطر افتاد، اگر زندگی شهروند به خطر افتاد و دولت در قسمت تضمین زندگی شهروند نتوانست کار نماید، آن دولت محکوم به شکست و آن دولت محکوم به نیستی می باشد. پس بنابراین این خط سرخ است که همه شهروندان باید زندگی آنها تضمین شود و حق حیات و حق زندگی داشته باشند. در صورتی که دولتی نتواند این ابتدایی ترین وظیفه و مسئولیت خود انجام دهد، بنابراین نابود آن دولت از دید شمار کثیری از اندیشمندان بهتر از بود آن دولت می باشد. حالا اندیشمندان مطلق‌گرا، اندیشمندان نسبی‌گرا، اندیشمندان بالاخره لیبرار، اندیشمندان مارکسیست و اندیشمندان بالاخره مکاتب گوناگون در این قسمت تا اندازه میتوان گفت که اتفاق نظر دارند که اگر دولتی نتوانست از حد زندگی شهروندان دفاع نماید، آن دولت به درد شهروندان نمیخورد و آن دولت محکوم به نیستی میباشد. دومین حق که جزء حقوق مدنی گفته می شود، حق زندگی خانوادگی است. یعنی چی؟ یعنی این که ما به عنوان شهروند بتوانیم ازدواج نماییم، بتوانیم تشکیل خانواده دهیم، بتوانیم اولاددار شیم و فرزنددار شیم، بتوانیم بالاخره تولید مثل نماییم، بتوانیم برای آسایش و آرامش زندگی خانوادگی خود تلاش نماییم. اگر در این قسمت یا در قسمت زندگی یا ازدواج که بالاخره منجر به شکست می شود و یا در قسمت تشکیل خانواده زوجین دچار مشکل می شوند و این مشکل راه حل دیگری ندارد جز تفریق، این حق زوجین می باشد که از همدیگر جدا شوند. پس بنابراین حق زندگی خانوادگی و تشکیل خانواده و ازدواج و فرزنددار شدن جز
حقوق مدنی دیگر می باشد که همه شهروندان باید از آن برخوردار باشند. حالا یک چیزی فراموش نکنیم که حق زندگی خانوادگی یکی از حقوق مدنی تلقی می شود، اما در قسمت چگونگی کمی و کیفی این حق یک جامعه تا جامعه دیگر دچار اختلاف می شود یا دچار اختلاف می باشد یا دچار تفاوت می باشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه به طور مثال شهروندان در افغانستان، در بسا کشورهای اسلامی حتی حق دارند، یک یا یک مرد حق دارد که بالاخره چندین همسر یا به عبارت دیگر یا به عبارت ساده تر تا 4 بالاخره همسر به خود بگیرد، نظر به حقیقت، نظر به شاید یا بالاخره نظر به یک سلسله حالتها و شرایطی که اسلام وضع نموده است، در صورتی که عدالت تامین شود یا فرد بتواند عدالت را تا اندازه در نظر بگیرد یا رعایت نماید و تطبیق نماید، بالاخره حق دارد و میتواند که چندین همسر که حد اکثر 4 همسر میباشد، یعنی مرد میتواند 4 زن داشته باشد یا 4 ازدواج انجام دهد، ولی خب نظر به شرایط و نظر به یک سلسله حالت هایی که دین مبین اسلام پیش بینی نموده است. خب حالا این حق برای شهروند مسلمان یا برای شهروند افغان تا اندازه محفوظ است، ولی این حق ممکن است که در کشور مانند آمریکا محفوظ نباشد یا چنین حق وجود نداشته باشد، یا به عبارت دیگر ممکن است که حق تعدد ازدواج در افغانستان باشد ولی در آمریکا ممکن است که این حق نباشد، یا در کانادا یا در بالاخره کشور دیگری اروپایی ممکن است که این حق نباشد یا این حق به رسمیت نشناسند، یا به عبارت دیگر حق ازدواج با همجنس حالا در آمریکا ممکن است به رسمیت شناخته شده باشد ولی در افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، یا در بسا جوامع دیگر حالا اسلامی و غیر اسلامی ممکن است که این جرم باشد. پس بنابراین چگونگی کمی و کیفی حق زندگی خانوادگی تا اندازی از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت می باشد. یک مسئله دیگر، در برخ جوامع بشری حتی حق به نام حق تفریق وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی این که زمانی که دو مرد و زن با همدیگر ازدواج می نمایند، در برخ جوامع نمی توانند که از همدیگر جدا شوند. پس حق تفریق یا حق طلاق وجود ندارد. پس این مسئله میخوام خلاصه نمایم که حق زندگی خانوادگی، حق ازدواج، حق تشکیل خانواده، حق فرزنددار شدن در تمامی جوامع وجود دارد، اما مسئله کمی و کیفی این حق زندگی خانوادگی از یک جامعه تا جامعه دیگر همان قسمی که مثالهای بیان نمودم متفاوت می باشد. مسئله دیگر حق تحصیل است. حق تحصیل حق دیگری یا یکی از جمله حقوق مدنی دیگر می باشد که جوامع بشری به رسمیت شناخته است و اعلامیه های جهانی و حقوق بین الملل و همچنین حقوق مدنی کشورها به رسمیت شناخته است، حق تحصیل می باشد که شهروندان حق دارند که تحصیل نمایند و دولت وظیفه دارد تا اینکه فرصت های تحصیل برای شهروندان مهیا نماید، فرصت تحصیل آماده نماید، تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، تبعیض قومی، زبانی و سمتی و امثال اینها نباید مانع تحصیل شهروندان شود. یعنی چی؟ یعنی این که همان قسمی که سفید پوست در جامعه آمریکا حق دارد تا در بهترین مکاتب و در بهترین دانشگاه ها تحصیل نماید، سیاپوست هم باید حق داشته باشد در بهترین مکاتب و در بهترین دانشگاه ها تحصیل نماید. به همین پیمانه همان قسمی که در افغانستان تاجیک حق دارد که در بهترین مدارس و یا بالاخره دانشگاه ها تحصیل نماید، پشتون، ازبک، هزاره و دیگر اقوام با هم برادر افغانستان هم حق دارند تا اینکه از این حق برخوردار باشند. یعنی تبعیض قومی، تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی،
نباید مانع تحصیل شود. همان قسمی که مرد حق دارد که تحصیل نماید، زن هم حق دارد که تحصیل نماید. این حق جزء حقوق مدنی است که تمامی جوامع بشری به رسمیت شناختند. حالا این تحصیل بعضی اوقات در مقاطع مختلف ممکن است که متفاوت باشد. به طور مثال تحصیل تا درجه لیسانس در افغانستان رایگان و اجباری می باشد. نظر به قانون اساسی افغانستان و نظر به قوانین مدنی افغانستان هم اجباری می باشد و هم رایگان می باشد. حالا به چی معنا؟ این معنا که مقاطع بالاتر از لیسانس شهروندان باید پول پرداخت نمایند. در کشورهای دیگر ممکن است متفاوت باشد. به طور مثال ممکن است در کشورهای دیگر حتی از صنف اول باید شهروند پول بپردازد یا فیز تحصیل بپردازد، یا ممکن است که برخی کشورها مثلا دوره مکتب رایگان باشد ولی دوره دانشگاه ممکن است که رایگان نباشد. پس بنابراین این از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت می باشد. حق دیگر به نام حق آزادی شخصی یاد می شود. من به عنوان شخص حق دارم که از یک سلسله حقوق برخوردار باشم. حق دارم که بالاخره صدای خود بلند کنم. حق دارم که در مقابل کاستی ها و کمی ها صدای خود بلند کنم. حق دارم که در مقابل بالاخره ناملایمات زندگی تا اندازه تلاش نمایم. حق دارم که سرمایه گذاری نمایم. حق دارم که بالاخره دین و مذهب خود انتخاب نمایم. حق دارم که از یک سلسله عقاید برخوردار باشم. حق دارم که بالاخره در تمامی کشور به صورت آزادانه و بدون اینکه کدام مانعی باشد رفت آمد نمایم. اینها جز حقوق آزادی های شخصی می باشد که در مورد آزادی باز انشاءالله بحث مفصل خواهیم داشت. حق آزادی مذهبی، هر شهروند حق دارد که مذهب داشته باشد و نه مذهب خود انتخاب نماید، دین خود انتخاب نماید، مناسک مذهبی خود به جا آورد و دولت نباید مانی آن شود. همان قسمی که ما به عنوان مسلمان در افغانستان حق داریم تا این که مناسک و مراسم مذهبی خود انجام دهیم، یک هندو و یک سیک هم باید حق داشته باشد تا آن مراسم و یا مناسک خود در افغانستان انجام دهد. ولی این که دین خود بیاید تبلیغ نماید و یا بالاخره در مورد ادیان دیگر بیاید در اینجا تبلیغ نماید، باز این نظر به قوانین مدنی افغانستان و نظر به قوانین اسلامی ایدگه، باز این حق برای آن شهروندان داده نشده است که بیایند در جغرافیای مانند افغانستان دین و مذهب خود بیایند بالاخره در اینجا تبلیغ نمایند. به طور مثال یک مسیحی نمیتواند بیاید در افغانستان و دین مسیحیت تبلیغ نماید. این دیگه نه اسلام اجازه میدهد و نه هم بالاخره قوانین مدنی ما شما اجازه میدهد. ولی در کشورهایی که نظامهای سکولار باشد، باز هر کس حق دارد که دین خود تبلیغ نماید و بالاخره مذهب خود در برای جذب پیروان بیشتر تلاش نماید. خب حق دیگر حق آزادی بیان و حق آزادی اندیشه است که ما عقاید خود، افکار خود، دیدگاه های خود بتوانیم آزادانه بیان کنیم و اندیشه های خود بتوانیم آزادانه بالاخره نشر نماییم. این حقی است که برای تمامی شهروندان داده شده است. البته اینها فراموش نباید کرد این حقوق در جوامع، اکثریت این حقوق یا همه این حقوق در جوامع دموکراتیک تا اندازه نهادینه و یا تضمین می شود و در جوامع غیر دموکراتیک برخی از این حقوق وجود ندارد. به طور مثال حق آزادی بیان و اندیشه در جوامع دیکتاتوری وجود ندارد و شهروندان نمی توانند بالاخره آزادی بیان و اندیشه داشته باشند. یا بحث مثلا آزادی مذهبی، برخی جوامع لایک شهروندان نمی توانند از دین برخوردار باشند. مثال واضح آن کوریای شمالی می باشد که یک کشور کمونیستی و نظام اینا نظام لایک می باشد. یعنی شهروند حق داشتن دین را ندارد و آزادی بیان به همین شکل در کوریای شمالی وجود ندارد. خب پس بنابراین این حقوقی که در مورد آن صحبت می نماییم همه مربوط می شود به جوامع دموکراتیک. حق آزادی رفت آمد، من و شما باید بتوانیم در کشور خود و در قلمرو خود آزادانه رفت آمد نماییم و هیچ کس نمیتواند جلو رفت آمد ما شما رو بگیرد. و حتی حق داریم که به کشورهای دیگر سفر نماییم.
خب البته باز شرایطی وجود دارد، پاسپورت باید وجود داشته باشد و این پاسپورت نیاز به ویزا دارد. حالا اگر به تحصیل میریم ویزه تحصیل نیاز است، اگر به سیاحت میریم ویزه سیاحت نیاز است، اگر به اقامت میریم ویزه اقامت نیاز است، و اگر سفر سفر سیاسی است ویزه به ویزه سیاسی لازم می باشد و مسائل از این قبیل. پس بنابراین حق آزادی رفت آمد هم در سطح ملی می تواند مطرح شود و هم در سطح بین المللی مطرح شود. حق آزادی مطبوعات، مطبوعات آزادانه حق دارند که بالاخره واقعیت های جامعه انعکاس دهند، حالا چی تلویزیون باشد، چی رادیو باشد و یا بالاخره روزنامه ها باشد، این بالاخره حق دارند تا اینکه در حقیقت چشم و گوش شهروند خود باشد و واقعیت ها و حقایق را انعکاس دهند. حالا ممکن است که در جوامع غیر دموکراتیک آزادی مطبوعات به گونه آنچنانی وجود نداشته باشد، سانسور ممکن است وجود داشته باشد و حتی مطبوعات آزاد و غیر دولتی ممکن است که در برخ جوامعی وجود نداشته باشد. مثال خیلی واضح آن باز هم کره شمالی می باشد که مطبوعات کلن سانسور شده می باشد، یا در جمهوری اسلامی ایران به همین پیمانه تا اندازه مطبوعات مورد سانسور و مورد بالاخره نظارت دولت قرار می گیرند و هر آنچه که آنها خواسته باشند باز نمی توانند که آنها نشان دهند. حق مساوات، در مورد مساوات قبلا مفصل صحبت شد و بحث وسیع داشتیم در مورد مساوات که برابری یا مساوات که همه باید یکسان باشند، تبعیض جنسیتی نباید وجود داشته باشد، مرد و زن از عین حقوق برخوردار باشند، مسائل از این قبیل. حق عدالت، در مورد عدالت انشاءالله بحث مفصل خواهیم داشت و این هم جزء حقوق مدنی می باشد. حق آزادی تأسیس انجمنها که ما بتوانیم انجمن تشکیل دهیم، حالا انجمن مؤسسی با مؤسسین باشد، انجمن معلمین باشد، انجمن بالاخره بزازان باشد، صرافان باشد یا هر انجمن دیگری، انجمن مدنی باشد برای کارهای انجمنهای سیاسی باشد و مسائل از این قبیل، و این حق باید داشته باشیم. البته این حق در جوامع دیکتاتوری باز هم وجود ندارد. حق آزادی فرهنگی، ما بتوانیم بالاخره فرهنگ خود و نظر به ارزش های فرهنگی، نظر به معیارهای فرهنگی خود و نظر به هنجارهای خود اقدام نماییم، مراسم فرهنگی خود انجام دهیم، بالاخره از فرهنگ خود تجلیل به عمل بیاوریم و روزهای خاص فرهنگی خود تجلیل نماییم و در عین حال بالاخره برای قنامندی و برای بالاخره پیشرفت فرهنگ خود تلاش نماییم و این حق هر شهروند باید داشته باشد. و البته بس باید تمام میشد. متاسفانه فکر میکنم جلسه امروز تا اندازه طولانی شد و جلسه امروز در اینجا ختم می نمایم و در مورد دومین حقوق که به نام حقوق اقتصادی می باشد انشاءالله که بس در جلسه دیگر بحث مفصل خواهیم داشت. امیدوار هستم که موضوعات اندازه واضح بوده باشد و توانسته باشم که حق مطلب ادا نمایم. تا جلسه دیگر و تا برنامه دیگر در امان خدای بزرگ باشید.